روز تانکسگیوینگ شکرگزاری تو آمریکا 24 نوامبر 2016 میخوام مقاله 52 فدرالیست رو که مریسون نوشته و تقریبا دنباله 4-5 مقاله قبلیشه با هم دیگه نگاهی بکنیم. این مقاله رو 8 فوریه 1788 نوشته. خب اینجوری شروع میشه: From the more general inquiries pursued in the four last papers, I pass on to a more particular examination of the several parts of the government. I shall begin with the House of Representatives. میگه تو این 4 مقاله گذشته یه مقداری راجع به تفکیک قوا صحبت کردیم و حالا میخوام یه ذره بیشتر راجع به تک تک این قوا و در اینجا راجع به کنگره و مخصوصا قسمت مجلس نمایندگان House of Representatives صحبت بکنم. The first view to be taken of this part of the government relates to the qualification of the electors and the elected. Those of the former are to be the same with those of the electors of the most numerous branch of the state legislatures. خب این جمله بعدی رو بخونم. The definition of the right of suffrage is very justly regarded as a fundamental article of Republican government. It was incumbent on the convention, therefore, to define and establish this right in the Constitution. Right of suffrage, یعنی حق رأی. این چیز مهمی رو که باید در نظر بگیرید اینه که برای اینکه این فیلادلفیا رو برای اینکه این کنوانسیون فیلادلفیا و قانون اساسی که از توش در اومد بیرون بتونن به تصویب ایالات برسونن خیلی از چیزها رو حقوق رو برای ایالات نگه داشتن و تنها چیزی که الان اینجا داره میگه ما برای مجلس نمایندگان و انتخاب اشخاصی که میره تو مجلس نمایندگان از شما خواستیم اینه که کسایی که میخوان نامزد نمایندگی بشن درست همون شرایطی رو داشته باشن که شما از نامزد نماینده های مجالس ایالات مختلف میخواید. چون توی یکی این کتابایی که نشونتون دادم مثلا آقای ویلی پال ادمز بود راجع به قوانین اساسی ایالات مختلف آمریکا درست بعد از اینکه از انگلیس بریدن نگاه کرده و کتابی نوشته. هر ایالتی که نگاه می‌کردی برای نامزد شدن برای نمایندگی در لجیسلیچرشون، ببین لجیسلیچر که میگید مجلس نمایندگان ایالات مختلف رو میگید، خب درست کپی همین House of Representative که House of Representative برای تمام ایالاته، همین کنگره آمریکا. پس میگه ما تنها چیزی که از شما میخوایم برای اینکه این تقریبا در همه جای آمریکا در تمام ایالت ها یک نواخت باشه، هر کسی میخواد نامزد مجلس کنگره آمریکا باشه، ایالت‌ها تنها چیزی که میتونن ازشون بخوان اینه که همون شرایطی رو که برای نمایندگی نامزد نمایندگی لجیسلیچرهای مختلف میخوان همونو بخوان. نمیگه شرایط مثلا سنای، شرایط انتخاب به سنای ایالات مختلف رو داشته باشه، چون میدونه که مشکل ترش میکرد. تو اون کتاب ولی پال ادمز که نگاه میکنید و
برداشت جدول کشیده، میگه فلان ایالت اگه شما میخواستید نامزد نمایندگی لجیسلیچر بشید، مثلا بایستی نمیدونم 50 ایکر زمین داشتید یا اینقدر پول نقد داشتید یا چیزهای مختلف. یعنی هر کسی رو اجازه نمیدادن بره نامزد نمایندگی این مجالس مختلف ایالات بشه. این برای اینکه یه حالت یه تضمینی بده به مردم آمریکا، میگه ما تنها شرطی که میخوایم از شما اینه که تو ایالتتون اونایی که برای نامزد میشن که برای مجالس ایالتی، مخصوصا مجلس لجیسلیچر نه سنای ایالتی، نامزد بشن، همون شرایط ما میخوایم که شما از نامزد اشخاصی که میخوام برای مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب بشن. و یک فرق دیگه‌ای که داره که اینجا البته زیاد روش تکیه نمی‌کنه اینه که میگه ما برای کنگره آمریکا ریلیجیس تست نداریم، یعنی دین و ادیان مردم، فرقه مسیحیش چی باشه و اینا، ما تستی براش نداریم. خب یعنی تقریبا ربطی به ما نداره، چون تو تمام ایالات که نگاه میکنید خیلی از ایالات میگفتن که 100% اصلا توی قانون اساسیشون نوشته بودن که شما بایستین مسیحی باشید. بعضی ایالات میگفتن که بایست مسیحی پروتستانت باشی 100%. بعضی هاشون میگفتن نه تنها باید پروتستانت باشی، باید فلان فرقه نمیدونم انگلیکن باشی یا کانگریگیشنالیست باشی. این فرقه های مختلف مسیحی. حالا اینو بعدن که شروع میکنید تاریخ آمریکا رو خوندن و اینا، اینو بیشتر بهش آشنا میشید. من نمیخوام زیاد پیچیده بکنم، چون میگم اصلا بعضی ایالات بودن که بایست این طرف بره و سوگند بخوره که مسیحیه و نه تنها مسیحیه، باید بگه پروتستانته، باید بگه که بیدین نیست. کاری که کنگره آمریکا یعنی قانون اساسی جدیدش کرد، اومد گفتش که ما تست مذهبی به چه مذهب و فرقه‌ای بستگی داری برای نمایندگی در کنگره آمریکا نداریم.